درود به همه دوستان. زنجبیل یکی از بهترین گیاهان برای تسریع سوخت‌وساز بدن، تقویت سیستم ایمنی و بهبود بیماری‌های مختلفه. معمولاً از ریشه این گیاه برای درمان مشکلات معده، اسهال، حالت تهوع و استفراغ استفاده میشه. مزایای دیگر این ریشه پیشگیری از سرطان و همچنین تسریع در روند بهبودی بعد از عملهای جراحیه. زنجبیل از زمانهای بسیار دور به دلیل مزایای بیشماری که برای سلامتی داره مورد استفاده قرار گرفته. اما این بدین معنی نیست که هیچ گونه عارضه جانبی نداره و یا بشه ازش هر مقداری که خواستیم استفاده کنیم. برخی از افراد نسبت به طعم تند زنجبیل حساس هستند و برخی دیگر بعد از مصرفش دچار سوزش معده، اسهال و ناراحتی معده میشن. اما به طور کلی 6 دسته از افراد نباید زیاد از زنجبیل استفاده کنن و مصرف این ریشه برای اونها توصیه نمیشه. این ریشه خواص بسیار ارزشمندی داره، از جمله تنظیم سوخت و ساز و کمک به کاهش وزن، درمان ناراحتی های معده، کاهش اشتها، از بین بردن استفراغ و تهوع، مبارزه با آسم، مبارزه با احتقان، کاهش دهنده درد مفاصل، برطرف کننده سرگیجه، درمان سرماخوردگی و مبارزه با ویروس آنفولانزا، کنترل سطح قند خون، درمان سردرد و میگرن. با وجود این همه مزایا، افرادی هستند که بهتر از زنجبیل استفاده نکنند. در ادامه ویدیو با ما همراه باشین تا این افراد رو برای شما نام ببریم. شماره اول، کسانی که به دنبال اضافه وزن هستند. زنجبیل یک ماده عالی برای افراد چاقه، چون سرعت متابولیسم رو بالا میبره و باعث سوزوندن چربی و مهار اشتها میشه. رسیدن به اهداف کاهش وزن با مصرف زنجبیل آسون میشه. بنابراین در اکثر رژیم های کاهش وزن مصرف این ماده متداوله. پس اگر شما به دنبال کمی افزایش وزن هستید، بهتر از زنجبیل استفاده نکنید، چون روند افزایش وزن با مصرف زنجبیل کند میشه. شماره دوم، افراد مبتلا به بیماری های قلبی. زنجبیل با تحریک گردش خون یک غذای عالی برای جلوگیری از بیماری های قلبیه. یعنی قبل از ابتلا به بیماری قلبی میتونید از زنجبیل استفاده کنید. اما اگر دچار انسداد رگ‌های خونی شده باشید، دوزهای بالای این ریشه میتونه برخی عوارض رو ایجاد کنه. بنابراین اگر به مشکل قلبی دچار هستید، از زنجبیل در مقادیر زیاد استفاده نکنید. شماره سوم، زنانی که در دوران قاعدگی خونریزی بیش از حد دارند. برخی از زنان با مصرف زنجبیل در دوران قاعدگی دچار خونریزی زیاد میشن. زنجبیل یک گشاد کننده عروقه، بنابراین در صورت مصرف زیاد میتونه باعث افزایش خونریزی در دوران قاعدگی بشه. شماره چهارم، زنان باردار و شیرده. این ریشه حاوی محرک های قدرتمندیه که میتونه باعث انقباضات زودرس بشه و همینطور بر هورمون های جنسی جنین تاثیر بگذاره. در نتیجه میتونه باعث سخت جنین و ناهنجاری های اساسی بشه. مادران باردار باید از مصرف زنجبیل به خصوص در هفته های آخر بارداری اجتناب کنند. البته افراد دیگری هستند که معتقدند مصرف زنجبیل در دوران بارداری مانعی نداره. بنابراین اگر دچار تردید هستید، میتونید با پزشک مشورت کنید تا شما را با آخرین اطلاعات روز راهنمایی کنه. دسته پنجم، افرادی که به بیماری هموفیلی دچار هستند. همونطور که گفتیم، زنجبیل باعث بهبود گردش جریان خون میشه، بنابراین میتونه از بیماری های قلبی جلوگیری کنه. با این حال، افرادی که به بیماری هموفیلی دچار هستند نباید از این ریشه استفاده کنند. هموفیلی نوعی اختلاله که از لخته شدن خون جلوگیری میکنه و ممکنه زنجبیل این بیماری رو بدتر کنه. در واقع خون این افراد به اندازه کافی در انعقاد مشکل داره و خاصیت محرکی و رقیق کنندگی زنجبیل اوضاع رو بدتر میکنه. همینطور وقتی شما یک زخم بزرگ رو روی بدنتون دارید و در مرحله بهبودی به سر میبرید، نباید زنجبیل مصرف کنید، چون خون ریزی رو شدیدتر میکنه. دسته ششم، افرادی که دارو مصرف میکنن.
ترکیبات فعال زنجبیل ممکنه اثرات برخی از داروها رو کاهش بده، به خصوص اگر شما دارای فشار خون بالا، دیابت یا مشکلات هورمونی هستید و داروهایی رو برای این بیماری‌ها مصرف می‌کنید. اگر جزء این دسته از افراد هستید، توصیه میشه درباره مصرف زنجبیل محتاط باشید و حتما قبلش با یک پزشک متخصص مشورت کنید و بعد از تایید میتونید مصرف زنجبیل رو ادامه بدید. به طور کلی مصرف زنجبیل در حد اعتدال، بی خطر و امنه و نباید بیشتر از 3 گرم زنجبیل در روز مصرف بشه. همیشه در شروع روز زنجبیل را مصرف کنید، چون برخی تحقیقات نشون داده که مصرف زنجبیل در شب ممکنه باعث اختلالات در خواب بشه. سپاسگزاری میکنم از همراهی همه شما خوبان. در صورت مفید بودن ویدیو لایک و اشتراک گذاری رو فراموش نکنید. خوشحال میشیم در ویدیوهای بعدی هم در کنار ما باشید.